یازده تحقیق کنید خودتان از مسائل سر در بیاورید وقت بیشتری را به خواندن مقالات طولانی اختصاص دهید روزنامه نگاری تحقیق محور را با آبونه شدن رسانه های کاغذی حمایت مالی کنید بدانید برخی از چیزهایی که در اینترنت هستند هدفشان آسیب رساندن به شماست درباره وبگاه هایی که در مورد کارزارهای تبلیغاتی تحقیق می کنند و بعضی از آنها خارجی هستند اطلاعات کسب کنید در مورد اخبار و اطلاعاتی که به دیگران می دهید احساس مسئولیت داشته باشید حقیقت چیست؟ گاهی اوقات مردم این را میپرسند چون میخواهند هیچ کاری نکنند. بدبینی همگانی به ما احساس امروزی و متفاوت بودن میدهد. حتی وقتی که با هم شهریان و هموطنانمان در منجلاب بی فرو رفته باشیم. توانایی شما در تشخیص حقایق است که از شما یک فرد انسانی میسازد و این اعتماد جمعی ما به دانسته های عمومی است که ما را تبدیل به یک جامعه می کند فردی که تحقیق می کند شهروندی است که چیزی را می سازد پیشوایی که از تحقیق کنندگان خوشش نمی آید مستبد بالقوه است رئیس جمهور ترامپ در طی کارزار انتخاباتیش در یکی از مجاری تبلیغات سیاسی متعلق به روزها ادعا کرد در آمریکا رسانه ها به طرزی باور نکردنی دروغگو شدهاند. او ورود خیلی از خبرنگارها را به میتینگ هایش ممنوع می کرد و دائما مردم را به ابراز نفرت از روزنامه نگاران وامی داشت. او هم مانند پیشوایان حکومت خودکامه وعده میداد با قوانینی که مانع از انتقاد شوند جلوی آزادی بیان را بگیرد رئیس جمهور ترامپ هم مانند هیتلر از واژه دروغها به معنای بیان واقعیت هایی که خوش ندارد استفاده کرده و روزنامه نگاری را به عنوان کارزاری علیه خود جلوه داد اما با اینترنت رابطه دوستانه تری داشت زیرا منبع انتقال اطلاعات نادرست او به میلیون ها نفر بود در 1971 نظریه پرداز سیاسی هانا آرند که در دروغ هایی که در آمریکا درباره جنگ ویتنام گفته میشد تدقیق و تعمق می کرد خود را به این دلخوش میداشت می داشت که در یک جامعه آزاد قدرت ذاتی موجود در حقایق بر دروغها ها غلبه می کند. در شرایط عادی دروغگو مقهور واقعیت می شود واقعیتی که هیچ جایگزینی ندارد دروغی که یک دروغگوی قهار میگوید، هر اندازه هم که بزرگ باشد هیچگاه آنقدر بزرگ نیست که بتواند وسعت و عظمت حقیقت را کاملا بپوشاند حتی اگر او کامپیوتر را به کمک بگیرد آن بخش از حرف های آرند که به کامپیوتر مربوط می شود دیگر درست نیست. در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا جهان دو اینترنت مهمتر از جهان سه ارتباطات انسانی بود. مردمی که در خانه ها می تا رأی جمع کنند با پلک زدن های حاکی از تعجب شهروندان آمریکایی روبرو شدند که متوجه شده بودند مجبورند به جای اینکه دیدگاهشان را در فیسبوکشان ابراز کنند با آدمی حی و حاضر درباره سیاست حرف بزنند. در جهان دو بعدی اینترنت جماعت تازه ظهور کرد که در نور روز نامرئی هستند جماعتی که به لطف دستکاری ها و دخل و تصرف ها در حقایق جهان بینی تازه ای پیدا کردند بله درست است دسیسه و توتئی هست که می توانید آنلاین پیدایش کنید. همان توطعه و ای که شما را آنلاین نگه می دارد تا در جستجوی توطعه و دسیسه باش. ما نیازمند روزنامه نگاران چاپی هستیم تا گزارش هایشان بتوانند روی کاغذ ظاهر شوند و در ذهن هایمان شکل بگیرند. مثلا چه معنایی دارد که رئیس جمهور ترامپ بگوید زنان به خانه تعلق دارند که آبستنی دردسر است که مادران صد درصد همشان را سر کار ارائه نمی کنند که زنان باید به خاطر سخت جنین تنبیه شوند که زنان تنلش یا خوک یا سگ هستند و بنابراین حمله و آزار جنسی به آنها مجاز است چه معنایی دارد اینکه شش شرکت او ورشکسته شده است و شرکت دیگرش با تزریق پنهانی پول از نهادهایی در روسیه و قزاقستان تأمین مالی شده اند؟ این اطلاعات را می توانیم در رسانه های گوناگون پیدا کنیم اما وقتی در تلویزیون از آنها با خبر می شویم مایلیم جذب همان منطق نمایش های تلویزیونی شویم وقتی از یک رسوایی با خبر می شویم اشتیاق من برای دیدن و شنیدن رسوایی بعدی تحریک می شود و به محض آنکه ناخداگاه می پذیریم که به جای اندیشیدن درباره زندگی واقعی داریم یک نمایش سرگرم کننده مبتنی بر واقعیت میبینیم دیگر عملا هیچ تصویری نمیتواند از لحاظ سیاسی به رئیس جمهور ترامپ خدشه وارد سازد برنامه های واقعیت محور تلویزیون باید قسمت به قسمت پرکششتر شوند اگر فیلمی ویدئویی از رئیس جمهور ترامپ پیدا می کردیم که رقص قذاقی می کند و ولادیمیر پوتین هم برایش دست می زند احتمالا بعد از آن هم خواهان آن می شدیم که فیلمی مشابه را ببینیم که در آن رئیس جمهور ترامپ لباس خرس تنش کرده و اسکناس روبل روسیه را در دهانش نگه داشته است روزنامه نگاران چاپی روزنامه نگاران بهتری هستند و به ما این امکان را می دهند که به خاطر خودمان و به خاطر کشورمان در معنای چیزهایی تعمق کنیم که شاید از جهات دیگر فقط تکه های منفرد اطلاعات باشد. اما اگرچه هر کسی میتواند مقاله ای را در اینترنت برای دیگران نیز ارسال کند تحقیق کردن و نوشتن کاری است دشوار و نیازمند زمان و پول پیش از آن که رسانه های متداول را به سخره بگیرید توجه کنید که آن رسانه ها دیگر متداول نیستند این تمسخر و استهزاست که آسان و متداول شده است و روزنامه نگاری واقعی است که آسیب پذیر و دشوار است. پس خودتان سعی کنید یک مقاله درست و درمان بنویسید که مستلزم کار در جهان واقعی باشد سفر کردن، مصاحبه کردن، ایجاد و حفظ ارتباط با منابع تحقیق در سوابق مکتوب، راستی آزمایی همه چیز نوشتن و بازبینی و بازنویسی پیشنویسهایتان و همه اینها در طی یک برنامه زمانبندی فشرده سفت و سخت اگر دیدید به این کارها علاقه دارید برای خودتان یک وبلاگ درست کنید در این میان هم قدردان کسانی باشید که همه این کارها را برای امرار معاششان می کنند. روزنامه نگاران هم مانند صاحبان مشاغل دیگر انسانهای بینقصی نیستند. اما کیفیت کار کسانی که به اصول اخلاقی روزنامه نگاری پایبند میمانند متفاوت با کار کسانی است که این پایبندی را ندارند از نظر ما طبیعی است که به لولکش یا مکانیک پول بدهیم اما انتظار داریم اخبارمان را رایگان به دست بیاوریم اگر برای لوله کشی یا تعمیر اتومبیلمان من هزینه نکنیم باید از خیر آب خوردن یا اتومبیل راندن بگذریم پس چرا حاضر نیستیم برای رسیدن به نظرات و عقاید سیاسی درست سرمایه گذاری کنیم ما همان چیزی نصیبمان می شود که برای به دست آوردنش هزینه کرده باشیم اگر واقعا در پی حقایق باشیم اینترنت قدرت دلخواهمان را برای بیان و انتقال آنها به ما می دهد. صاحب نظرانی که در این کتاب از آنها نقل قول شده است چون این امکانی نداشتند. لشک کلاکوفسکی، فیلسوف و مورخ بزرگ لهستانی که گفته او بر پیشانی این کتاب نقش بسته است به خاطر سخنرانی سریحش علیه رژیم کمونیستی کرسیش را در دانشگاه ورشو از دست داد و آثارش را هم نتوانست منتشر کند. اولین نقل قول این کتاب از هانا آرنت است و از جزوه با عنوان ما پناهندگان گرفته شده است که دستاوردی خارق العاده به قلم کسی است که از حکومت مرگبار نازیها گریخته بوده است. نابغه مانند ویکتور کلمپرر هم که امروز بسیار تحسین می شود به این خاطر در یاد ها مانده است که در حکومت نازی با سرسختی روزنامه خاطراتش را در خفا می نوشت. این کار برایش مایه بقا بود. دفتر خاطراتم برای من در حکم میله بندبازی هم بود که تعادلم را حفظ می کرد. بدون آن هزاران بار سقوط کرده بودم. واتسلاو هاول well, مهمترین متفکر دهه 1970 در میان مخالفان کمونیست ها نیز مهمترین رسالش قدرت بی قدرتان را به فیلسوفی تقدیم کرد که کمی بعد از بازجویی توسط پلیس مخفی کمونیست‌های های چکسلواکی درگذشت. در چکسلواکی کمونیستی این جزوه را باید به طور غیرقانونی و در نسخه های معدود منتشر و دست به دست می کردند. شبنامه هایی که اهالی اروپای شرقی آن دوران به سیاق مخالفان در روسیه نام سامیزدات به آن داده بودند. هاول نوشت اگر ستون اصلی نظام زندگی کردن با دروغ باشد پس عجیب نیست که تهدید اساسی برای نظام زندگی کردن با حقیقت باشد از آنجا که در عصر اینترنت ما همه ناشر شده ایم هر یک برای خودمان تعهدات و مسئولیت هایی نسبت به درک حقیقت نزد عموم مردم داریم اگر در جستجوی حقایق جدیت داشته باشیم می توانیم تحولی هر چند کوچک در نحوه عمل کرده اینترنت ایجاد کنیم. اگر خودتان اطلاعات را راستی آزمایی کنید، دیگر اخبار نادرست برای دیگران نمیفرستید. اگر تصمیم بگیرید پیگیر نوشته های خبرنگارانی باشید که دلیل خودتان را برای اعتماد کردن به آنها پیدا کرده اید می توانید یافته ها و گزارش های آنها را به دیگران هم منتقل کنید اگر فقط نوشته های انسانهای را بازنشر کنید که اصول روزنامه نگاری را رعایت می کنند کمتر احتمال خواهد داشت که فکرتان در اثر کنش و واکنش با بادها و ترولها به ابتزال کشیده شود وقتی دروغ منتشر می کنیم ذهنهایی را که به آنها آسیب می رسانیم نمی بینیم اما معنایش این نیست که آسیبی نمی رسانیم راندن اتومبیل را در نظر بگیرید ممکن است راننده دیگر را نبینیم اما این را میدانیم که نباید به اتومبیل او برخورد کنیم میدانیم که خسارت دو طرفه خواهد بود روزانه بارها و بارها از دیگران محافظت میکنیم بدون اینکه آنها را ببینیم پس به همین ترتیب با اینکه اشخاص دیگر را جلوی کامپیوترهایشان نمی بینیم، به سهم خود مسئول آن چیزی هستیم که آنها می خانند. اگر بتوانیم از آسیب رساندن به ذهن دیگرانی که در اینترنت هستند و ما نمی بینیم پرهیز کنیم دیگران هم یاد خواهند گرفت که همینطور عمل کنند و آن وقت شاید رفت آمدها در دنیای اینترنت دیگر شبیه تصادفات بزرگ مرگبار نباشد